من همان آواز خان مردم پاکم هنوز. کارو دردریان، برادر ویگن دردریان می گوید ویگن زندگی خود را در خانوادهش خلاصه کرده بود. هر روز از پیچ شمیران تا قلهک را پیاده می رفت تا آذوقه مختصری را به دست خانوادهش برساند. اما فقط من می دانستم که با چه شرمندگی درآمد ناچیزش را به خانه می برد و چقدر پنهانی قصه می خورد و چقدر پنهانی و بی سر و صدا می مرد. ویگن به کمک شوهر خواهرش نیکل الوندی که جازیست ماهری بود، خواندن را به طور رسمی از کافه شمیران و باشگاه ارمنیان آغاز کرد. به زودی آوازش در همه جا پیچید و شخصیت جدیدش که همان رفیق باز بودن او بود شکل گرفت. آن دوران شبی 30 تومان حقوق می گرفت و همان را خرج رفقایش می کرد. اولین کسی بود که گیتار را به رادیو برد و خیلی زود ملقب به سلطان جاز ایران شد. به ندرت کسی را خاکی تر، درویشتر و رفیق بازتر از ویگن دست کم در عالم هنر دیدم. استاد میلاد کیایی در کتاب راز آشکار می گوید اولین بار ویگن را در سال 1338 دیدم. در یکی از باشگاه‌هایی که کنسرت می‌داد، ولوله‌ای به پا شده بود. چون در اوج شهرت و محبوبیت بود و عشاق زیادی داشت و بسیار دوست داشتنی بود. او هیچگاه غرور وجودش را فرا نگرفت. یکی از مهمترین ویژگی‌هایش این بود که هرگز درآمدی که از رادیو و تلویزیون و یا از کنسرت‌ها به دست می‌آورد را به خانه نبرد و فقط خرج رفقایش می‌کرد. مثلا جایی که می‌خواند و سر میزی که دوستانش بودند پول میز را حساب می‌کرد. شاید پولی که می‌پرداخت خیلی بیشتر از حقی بود که در آنجا دریافت می‌کرد. او خیلی لوتی مسلک، فروتن و افتاده بود. بی‌ریاب نیازمندان کمک می‌داد و به همین دلیل تا آخرین لحظه زندگی خود آدم ثروتمندی نبود، در حالی که در اوج شهرت درآمد هنگفتی داشت. تیپ و قیافه زیبایی داشت، به همه احترام می‌گذاشت. مثلا می‌خواست برود کنسرت، به محض دیدن نگهبان دم در سلام می‌کرد، دست می‌داد و احترام می‌گذاشت. به گارسون‌ها، پیش خدمت‌ها در میهمانی‌ها احترام ویژه می‌گذاشت. احترامی که به یک مدیر می‌گذاشت برای عوامل اجرایی و کارگرها هم همان بود. دیدارهای زیادی با او داشتم و آخرین بار در دسامبر 1994 در آمریکا دیدمش. همانطور خوب مانده بود. موهایش یک دست سفید نقره‌ای و خوشتیپ‌تر از گذشته بود. کاباره تهران لس آنجلس تنها جایی بود که ایرانیان می توانستند بروند، یکدیگر را ببینند و موسیقی ایرانی بشنوند. ویگن در آنجا هم با همان حالت و احساس و برخورد زیبا می خواند. در چند مهمانی خصوصی که ما را دعوت کرده بودند، آمد و یک قطعه هم با سنتور من خواند. ویگن فن بیان و تلفیق شعر آهنگ را به خوبی می دانست و به گونه ای روان ارائه می داد. با وجود اینکه ارمنی بود، ولی هنگام خواندن لهجه نداشت. صدایش را همه می پسندیدند. نه اینکه فقط نسل جوان یا نوجوان، بلکه همه پسند بود و چون شخصیتی مهربان و دوست داشتنی داشت، بیشتر از همدوره‌ای هایش توانست در دلها بنشیند. ویگن گیتار هم می زد. این مهم است که خواننده موسیقی را بشناسد و جای صدای خودش را بداند که در چه گامی است. وسعت صدایش 4 دانگ بود. کلام را خیلی واضح ادا می کرد و
تلفیق شعر و آهنگش عالی بود. ژاکلین دختر ویگن میگوید پدرم آنقدر فدایی مردم بود که به خاطر کنسرت‌های اروپایی خود وقت جراحیش را عقب انداخت و به این خاطر سرطانش پیشرفت کرد. بعد از اینکه مثانه‌اش را برداشتند هم سودی نبخشید و سرطان به استخوانش رسید. ولی تا آخرین لحظه نگذاشت روحیه‌مان را به بازی. مثل یک قهرمان با دردش جنگید و حتی آه هم نکشید. روزهای آخر را با ما گذراند و فقط در این دوران بود که حس کردیم پدر داریم. چون بیشتر عمرش را مثل یک هنرمند زندگی کرد و همیشه با مردم بود. تا آخرین لحظه آرزو داشت که آخرین کنسرتش در میدان آزادی برگزار شود. ولی هرگز به آرزویش نرسید. آذر پژوهش خاطره ای از ویگن نقل می کند. یک شب در پاریس به همراه ویگن و مرضیه به روی پلی در پاریس رسیدیم. ویگن گفت آذر اینجا ماشین را نگه دار. من هم وسط پل کنار زدم. ویگن و مرضیه پیاده شدند و یکی در سمت چپ پل و یکی در سمت راست پل ایستادند و با صدای بلند شروع به خواندن کردند. بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم، دل به تو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم. صدایشان در هوا پیچید. مردم پاریس همه جمع شدند و با تحسین به هم آوازی این دو خواننده گوش سپردند. جالب اینجا بود که پلیس هم از راه رسید ولی آنها هم ایستادند و این اجرای زنده بی‌نظیر را تماشا کردند. آن شب بهترین خاطره من بود و بهترین اجرا.